بله، باندای در واقع مافیایی اقتصادی باید گفت و اصطلاح کارتل من باش موافقم. بذارید من خیلی گذرا اول بگم چرا از به قول آقای ماشینچان چرا این دگردیسی اتفاق افتاده سریع. ببینید به نظر من آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری، یعنی نظام جمهوری اسلامی ساختاری داشته، شکل و شمایلی داشته که هر یه دونش میتونسته انتهای اون نظام رو به فساد بکشونه. اما چهار تا دست کم عامل اصلی رو من میتونم بشمرم که از هم دهه 60 دهه اول انقلاب شروع شد و زمینه ساز فساد ده. اولیش دیکتاتوریه، تمرکز قدرت همه جای دنیا، تمرکز ثروت هم آورده و دور دیکتاتور فساد شروع کرده به تنیدن. دومیش بحث اقتصاد حکومت دالاره، یعنی منابع اصلی اقتصاد دست دولته، دست حکومته، حالا یا به شکل خصولتی یا دولتی یا سپاهی یا غیره، ولی دست مردم نیست. اقتصاد آزاد مارکت اکونومی نداریم، قوانینش هم نداریم. این هر جای دنیا بوده، میخواد کمونیستا بودن یا فاشیستا یا اقتصادهای دولتی دیگه سوسیالیستی آنچنانی، معمولا فساد توش پیدا شد. سومیش در واقع بحث قوه قضاییه نامستقل، دست نشانده، وابسته و بعد خودش فاسد و این قانونی نداشته. و آخریش هم به نظر من بحث پدیده شوم آربیتراژ ارز چند نرخی، این از دهه 60 هم شروع شد و کافی شما از این ارز یه چیزی رو بگیرید به اون ارز بفروشید، یه پول بادآورده داریم و این از ارز 7 تومانی و 50 تومن شروع شد. این عوامل، خیلی عوامل دیگه میشه شمرد، مثل حضور سپاهی‌ها و اسلحه تو اقتصاد غیر و غیر، ولی این مجموعه بعد 44 سال یه سیستمی درست کرده که به گفته وزارت اطلاعات یه تحقیقی پارسال کرده بود تمام اقتصاد ایران دست 140 تا باند اقتصادی یا مافیایی که خیلی هاشون هم که میگید فامیلن، خانوادن، دست هم دیگر رو میگیرن و اینا سر هر کدومش هم یه آلکاپون نشسته و وقتی دستبندیشون میکنی این آلکاپون کوچیکام میرسه تش به 8 تا 10 تا 15 تا آلکاپون بزرگ. چند تاشون ما میشناسیم، طبیعتا بزرگترین آلکاپون خود خامنه ایه، برای اینکه بزرگترین مؤسسات دولتی دستشه، حکومتی دستشه و بیشتر از همه پول در میاره و پولای خارج از هر کنترلی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی. ولی مثلا علی شمخانی و باند خوزستانی ها که تو سپاه بودن یا آلکاپونن، قالیباف و دار دسته و اینا یا آلکاپونن، همین آقای اجرایی با یک کسی به نام ترامشلو که همه کارش هست و اینا یا آلکاپونن از قدیم ملایم، یا آقای لاریجانی ها یا غیره ها یا آقای علم‌الهدا، خیلیشون هم نمیشه. بله، این آلکاپونا با هم رقابت میکنن. آقای مهرابیان به درستی گفتن در واقع نه اینکه برای این ثروت ها وقت آغشتم شدن، خیلیشون اساسا به کارهای مافیایی هست، یعنی قمارخونه داری، فاحشه خونه داری، مواد مخدر، از این کارام اومده این باندا. آقای سازگار، اجازه بدید یه چیزی ازتون بپرسم راجع به آلکاپون های کوچک و بزرگ که دارید صحبت میکنید. این آقای اکبر رحیمی درآباد که گفتیم 14 تا شرکت داره، یکیش این شرکتی، این شرکت دبش هست که بحث چای مطرح میشه، واقعیتش اینه که به نظر میرسه این آلکاپون کوچیکیه، به خاطر همین 3 میلیارد دلار یه ذره عجیب به نظر میاد. توی شرکت‌هایی که چای وارد می‌کنند، شرکتی هست، شرکت فکر کنم چای طبیعت که وابسته است به میهن، خانواده ایوب پایداری. ایوب پایداری و میهن رو، داستان‌هاش رو، حمایت‌هاش رو از جمهوری اسلامی در سرکوب مردم و اینا می‌دونیم. آقای پایداری داره در همین طبقه چای وارد می‌کنه از طریق شرکت طبیعت. اون به نظر میاد آلکاپون بزرگتری باشه. یعنی باور این که در جمهوری اسلامی احمد رحیمی درآباد آمده 3 میلیارد دلار گذاشته در جیبش، آلکاپون بزرگ وایسادا نگاه کردن، سخته. این رو میخوام باز کنیم. کاملا. ببینید حتی وزیر کشاورزی که با دو تا برادر زنش مثلا 6 ماه پیش اونجا بودن، اونم دهنش میچاد که 3 میلیارد دلار رو
بدون آلکاپون بزرگتری بخواد اختصاص بده. حالا میگن اونو برکنار کردید. ببینید همین کیس رو بریم یه خود بهش کافی میشه. شبکه است. یعنی برای اینکه شما یه چیزی رو ارز نیمایی بگیری بعد اصلا وارد نکنی یا یه چیز دیگه بری جاش وارد کنی، بعد تو گمرک آدم داشته باشی، تو بانک مرکزی داشته باشی، توی خود وزارت خونه مربوطه، استاندارد، وزارت سمت، وزارت کشاورزی، اینا همدیگه رو پیدا کردن، شبکه ساختن. و دقیقاً ببینید بست به بالاتر در مورد کیس زنجانی، حالا اون که دیگه تو نفت بود بابک زنجانی، اونجا عدد میشه فهمید 3 میلیارد دلار یا 3 میلیارد یورو میگفتن پول نفت و خورده پس نداده، هنوزم زنده است و توی ممنون است تو زندان یا بیرونه. همون موقع مطرح بود که یه الف بچه این که زورش نمیرسه 3 میلیارد دلار رو داده باشه پولش میکردن اگه پشتیبان نداشت. همون موقع میگفتن هم این اشهی پشتشه، هم وحید حقانیان تو بیت پشتشه. بله. بعد وقت اینا ببینید همدیگر رو، من عرضم تموم کنم، چند وقت پیش من شنیدم که مخبر رو میخواستن ترور کنن از درون اطلاعات سپاه و جون به در برد، اینکه یکی این آلکاپوناست مخبر و اینا. اون وقت هم بر سر قدرت سیاسی که الان بحث جانشینی یکی از بزرگتریناشه با هم دعوا میکنن، برای اینکه وقتی مناسب سیاسی رو بگیرن قدرت اقتصادی هم هست، هم بر سر منافع اقتصادی که به هم هم آغشته است. لذا سیاست داخلی ایران اگه آدم این روزا بخواد درست بفهمه واقعا باید این باندای مافیایی رو بشناسه و بده به سودا و کارتلای به جون هم افتادن ها خیلی وقتا وقت میبینیم به شکل سیاست میاد بیرون.